در پی استعفای شیخ حسین واجد نخست وزیر بنگلادش، از ابتدای ماه جاری بیش از 2000 مسلمان روهینگیا به بنگلادش پناه بردند. به همین مناسبت همکارم از وضعیت پناهجویان روهینگیایی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. در پی استعفای شیخ حسین واجد، نخست وزیر سابق بنگلادش و خروج از کشور، از ابتدای ماه جاری بیش از 2000 مسلمان روهینگیا به بنگلادش پناه بردند. یک مقام امنیتی بنگلادش گفت که در طول روز بیش از 20 مسلمان روهینگیا را در مرز بازداشت کردند و تعداد پناهجویان در این کشور افزایش یافته است. در حالی که مقامات اعلام کردند برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر به کشور تلاش می کنند، برخی از مقامات تصمیم گرفتند به دلیل ترس از واکنش عمومی دست به اعتصاب بزنند. بیش از 2000 پناهجوی روهینگیایی جدید از زمان فروپاشی دولت شیخ حسین واجد در 5 اوت وارد بنگلادش شدند که منجر به ترک فعالیت تعدادی از پرسنل گارد مرزی بنگلادش به دلیل ترس از مجازات عمومی شد. مقام‌های بنگلادش هجوم قابل توجه پناهندگان را تأیید کردند، اما گفتند که برای جلوگیری از ورود بیشتر پناهندگان تلاش می‌کنند. یکی از فرماندهان پلیس مرزی بنگلادش گفت که حداقل 22 پناهجوی جدید روهینگیا بازداشت شدند که در یک ایست بازرسی موقت نگهداری می شوند. این روزها مصادف با هفتمین سالگرد بحران روهینگیا است که در 25 اوت 2017 آغاز شد، زمانی که تقریباً 1 میلیون آواره روهینگیا برای فرار از یک قتل عام گسترده توسط ارتش از میانمار به بنگلادش گریختند. در مرز شرقی بنگلادش، پیشروی ارتش آراکان به منطقه ماونگداو هزاران روهینگیا را مجبور به فرار کرده است. صدها پناهجو هنگام عبور از رودخانه ناف و مرز مجاور جان خود را از دست دادند. 5 اوت حملات هواپیماهای بدون سرنشین غیر نظامیانی را که از جنگ و خشونت در روستاهای خود در ماونگدا فرار می کردند هدف قرار دادند. گزارش های تایید نشده تعداد کشته ها را حدود 200 نفر تخمین می زند که در صورت تایید این خبر، این رخداد یکی از مرگبارترین حملات علیه غیر نظامیان در جنگ داخلی 3 ساله میانمار خواهد بود که پس از کودتای نظامی در سال 2021 آغاز شد. گفتنی است که چریک‌های طرفدار دموکراسی و گروه‌های مسلح اقلیت‌های قومی از جمله ارتش آراکان برای برکناری حاکمان نظامی که قدرت را از دولت منتخب آنگ سان سوچی در سال 2021 به دست گرفتند در حال نبرد هستند. از سال 1970 تا کنون 84% از جمعیت 2 میلیونی مسلمانان آراکان در پی خشونت‌های ارتش میانمار و بودایان افراطی به کشورهای همسایه گریختند. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان آراکان در میانمار را پاکسازی قومی و نسل‌کشی توصیف می‌کنند.